daughter that in Christianity there's a thing called original sin, that everyone's guilty because they're born. And that really sort of sent it home to me. There's nothing more innocent than a newborn child. Raising my child, that was a very fulfilling and nice experience. I mean, I did have my daughter, although I didn't believe in the concept of original sin because it was like a family thing. I still had my daughter baptised. You know, but I remember when I first had her, I thought, there's this thing about original sin. It's so untrue. There's nothing more innocent than a newborn child. How can they say there's any sin in a newborn child, you know? I still didn't actually understand the concept of original sin. اسم من سوزان است. متولد انگلیس و از شهر لندن هستم. پدرم هم پروتستان و مادرم کاتولیک بود. البته پدرم هم بعد کاتولیک شد. من هم تربیت کاتولیکی داشتم. شدیداً تربیتی مسیحی. هر یک شنبه به مراسم شام ربانی می رفتم. من رو به مدرسه کاتولیک نفرستادن. ولی روش آموزش پرورششان برای من بسیار سنتی از نوع مسیحیت کاتولیکی بود. اوائل این را به عنوان بخشی از زندگیم پذیرفته بودم. بیشتر اوقات کلیسا خیلی خشک و سرکوبگر به نظر می رسید و به عنوان یک کودک از آن رعب بر می داشتم. آن را پذیرفته بودم. تقریباً 8 ساله بودم که برای اولین بار در مراسم شام ربانی کلیسای کاتولیک شرکت داده شدم. 10-11 ساله بودم که آن را پذیرفتم. ولی بعد دوستانم را در مدرسه دیدم. مدرسه من مذهبی نبود. یکی از دوستانم با اینکه بریتانیایی بود و فقط 10 سال داشت ولی مسلمان بود. برادر او با یک خانم مسلمان ازدواج کرده بود و مسلمان شده بود. دوست من هم مسلمان شده بود. برای من خیلی جالب بود و خوشم آمد. وقتی به مسیحیت فکر میکردم تسلیس خیلی گیجم میکرد، چون به تو گفته میشود باید به خدای واحد اعتقاد داشته باشی و بعد با این مسئله سه در یک روبرو میشوی. به نظرم از هر مسیحی یا از هر کاتولیک سوال کنید تسلیس چیز خیلی برایش سخت است که توضیح دهد. خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس. این بسیاری از مردم را گیج می کند. من هم وقتی 13 ساله و نوجوان شدم دیگر به کلیسا نرفتم. به جز بعضی اوقات که با مادرم می رفتیم در 16 سالگی هم مراسم کانفرمیشن را نگرفتم. ولی همچنان به خداوند معتقد بودم و اینکه خالقی جهان را آفریده. هرگز تئوری داروین را باور نداشتم. اوایل 20 سالگی هم بود که دختردار شدم. آن هنگام بود که این آموزه مسیحیت را که میگوید همه انسان‌ها گناهکار به دنیا می‌آید به یاد آوردم. و اینکه این دختر بچه چه گناهی دارد و چه چیزی پاکتر از یک طفل تازه به دنیا آمده است. پرورش دخترم تجربه بسیار عملی و خوبی بود. هرچند من به آموزه گناه نخستین ایمان نداشتم، ولی طبق سنت خانوادگی دخترم غسل تمعید داده شد. از همون موقع که این دختر را به دنیا آوردم متوجه شدم این آموزه خیلی نادرست است. هیچ چیز بیگناهتر از یک طفل تازه متولد شده نیست. چطور میتوانی بگویی یک نوزاد تازه به دنیا آمده گناهکار است؟ این آموزه را قبول نداشتم، ولی دخترم را به مدرسه کاتولیکی فرستادم چون آنها از لحاظ آموزشی بهترند. من متوجه شدم که خیلی از آموزه ها در مسیحیت مبنای حقیقی ندارند. رومیان وقتی شورای نیقینیه را به دست گرفتن تصمیم گرفتن بگویند عیسی پسر خداست، در صورتی که انقدر که من میدانم در کتاب مقدس هرگز چنین ادعایی نکرده است. یکی دیگر از مسائل آموزه اعتراف بود. اینکه گناهانت را برای کشیش اعتراف کنی. چرا نباید تو بتوانی فقط از آنها برای خدا در نماز و دعایت اعتراف کنی، در صورتی که این حالت دوم است که منطقی به نظر می رسد. من قبل از مسلمان شدن هم همیشه به اسلام اعتقاد داشتم. 20 و چند ساله بودم که در استانبول اذان را از مسجدی شنیدم. در جایی استادم چون خیلی زیبا بود. هرگز چنین صوت زیبایی نشنیده بودم. بعدها یک فیلمی بیرون آمد به نام آن رسالت که درباره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. مادرم که یک کاتولیک بود این فیلم را روی دیویدی دید و گفت چه فیلم زیبایی بود، این مرد حقیقت را گفت. با اینکه او یک مسیحی بود ولی این را قبول کرد، از اسلام دفاع کرد و در حوالی 1980 که ماجرای سلمان رشدی و کتاب آیات شیطانی پیش آمده بود، مادرم ضد او موضع گرفت و گفت که او کار خیلی وحشتناکی انجام داده. و با اینکه مادرم کاتولیک بود از فتوایی که علیه سلمان رشدی داده شده بود دفاع کرد و گفت که واقعا او کار پستی کرده.
و از فتوای امام خمینی دفاع کرد. او به همه ادیان دیگر احترام می‌گذاشت و نظرش این بود که امام خمینی یک انسان مقدس است. با اینکه مادرم یک مسیحی بود. اسلام دین زیبایی است. من شروع به خواندن قرآن کردم. با خواندنش به خود گفتم که این باید وحی الهی باشد. احساس کردم این حقیقت است. ولی زمان برد تا قبولش کنم. فقط در ذهنم این افکار بود که این راه درست است. بعد از 11 سپتامبر دوباره به فکر اسلام افتادم. همون موقع که همه دوباره شروع کرده بودن به صحبت درباره اسلام، سوالات زیادی در ذهنم به وجود آمده بود که چرا این اتفاق افتاد و این جور چیزها. به اعتقادم به احتمال قوی این ماجرا یک تئوری توطئه بود. میگفتم اگر روزی سیگنالی بیاید و بفهمم که این اعتقاد درست است، به اسلام ایمان میآورم. بعد از آن با دوستانم نشسته بودیم و درباره اوضاع دنیا این مسائل صحبت میکردیم. یکی از دوستانم از من پرسید اگر دخترت مسلمان شود چه میکنی؟ گفتم خیلی دوست دارم. اگر او مسلمان شود این یک سیگنال برای من خواهد بود که به اسلام بپیوندم. 5 سال پیش دخترم با اینکه من هرگز درباره اسلام با او صحبت نکرده بودم، او خودش دوستی مسلمان در زمان مدرسه داشت که بعد از دوران مدرسه همچنان با او در ارتباط بود. دیدم دارد یک سری کتاب درباره اسلام می‌خواند. به او گفتم خیلی خوب است که داری این کار را می‌کنی. گفت لطفاً تنهایم بگذارید. اجازه دهید خودم ادامه دهم. بعد یک روز آمد خانه و گفت مامان من مسلمان شدم. شما هم باید همین کار را بکنید. گفتم حیرت انگیز است. این چیزی بود که من گفته بودم و حالا واقعا اتفاق افتاده بود. گفته بودم اگر یه روزی دخترم مسلمان شود این یک سیگنال برای من است و این واقعا اتفاق افتاد. باورم نمی شود. دخترم اکنون 29 ساله است ولی این ماجرا 4-5 سال پیش اتفاق افتاد. من دوباره قرآن را مطالعه کردم و بعد رفتم و شهادت این را گفتم و مسلمان شدم. شاید 1 ماه بعد از دخترم. چون با خودت میگویی تأخیر نینداز، چرا که ممکن است یک وقت حادثه‌ای پیش بیاید. ممکن است یک آن زنده باشی و لحظه بعد مرده. برای همین اقدام کردم. در بازار محله عده‌ای برای تبلیغ اسلام ایستاده بودند و به من یک قرآن دادند. با آنها مکالمه کردم و بعد همانجا شهادت این را گفتم. احساس می‌کنم در راه مستقیمی قرار گرفتم که همیشه می‌خواستم به این راه باشم. هدایت بیشتری وارد زندگیم شده و ساختار مدارانه تر گشته است. بعضی ها مثلا پدرم فکر می کردن این من بودم که روی دخترم تأثیر گذاشتم که مسلمان شود. گفتم نه، من هرگز کلمه ای در این باره صحبت نکردم. پدرم اول کمی جبهه گرفت ولی الان می بیند که ما انسانهای بهتری شده ایم و این همان چیزیست که تو باید نشان دهی. وقتی افراد خانوادت مسلمان نیستن و تو مسلمان می شوی، باید نشان دهی که اسلام تو را انسان بهتری کرده است. اگر پدر مادر پیری داری مثل من که پدر پیری دارم، باید اولویتت آنها باشند، همانطور که من در مورد پدرم این گونه هستم. چون این دقیقا بخش از دین است که حواست به پدر مادرت باشد و به سالمندان. ابتدا که مسلمان شدم نزدیک به 2 سال هر یک شنبه به جلسه هفتگی می رفتم که در آن قرآن یاد می گرفتیم. درس‌های مختلفی درباره توحید داشتیم. داشتم با آنها خیلی خوب پیش می‌رفتم. یکی از خانم‌های جلسه به کلاس‌های خاص دیگری هم می‌رفت. من بعضی از آنها را با او رفتم. این خانم سلفی بود. من در این جلسات سوالاتی داشتم. در ابتدا خیلی مسائل اذیتم نمی‌کرد، ولی بعد کم کم بعضی چیزها آزارم می‌داد. البته این را در دلم نگه می‌داشتم و فقط دیگر سوال نمی‌پرسیدم. چیزی که من را آزار می‌داد تصور غلط از مسلمانان دیگر بود، چون خانم کلاس‌هایی را شروع کرده بود که کلاس‌های وهابی بود و به من می‌گفتند شیعیان می‌گویند خدا سبحانه و تعالی در دادن رسالت به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اشتباه کرده و باید آن را به علی علیه السلام می‌داد. من برای مدتی این حرف را باور کرده بودم چون آنجا همه همین را می‌گفتند. سال بعدش در حوالی عاشورا بود که این خانم گفت ما در تاسوع و عاشورا روزه میگیریم و این برای گرامی داشت روزی است که موسی با 10 فرمان بازگشت، ولی شیعه در عاشورا کار دیگری میکنند. گفتم شیعه چه میکنند؟ گفت کار دیگری. گفتم خب چه کاری؟ گفت خب کار دیگری. ولی من اصلا نمیدانستم مثلا چه کاری میکنند. ولش کردم.
هر وقت می توانستم جمعه ها عید ها به مسجد می رفتم. اتفاقی که برای من سال گذشته افتاد این بود که یک روز با دوستان نشسته بودم و داشتم شبکه های تلویزیون را عقب و جلو می کردم. نوام بود، ابتدای محرم. خیلی اتفاقی به شبکه اهل بیت تیوی رسیدم. من از اسلام شیعی و اهل بیت هیچ نمیدانستم. من نمیدانستم در عاشورا چه اتفاقی افتاده. این اتفاقی است که در عاشورا افتاده؟ این خیلی واقعی مهمی است؟ چطور میشود چنین چیزی ندیده گرفته شود؟ اولش متوجه نشدم واقعا چه اتفاقی افتاده. نمیدانستم امام حسین علیه السلام کیست. من در کلاس ها هیچ چیز در این باره نیاموخته بودم. اسم حسین و اینکه در کربلا چه اتفاقی افتاده هرگز آورده نشد. هیچ وقت درباره حضرت فاطمه علیها السلام صحبت نمی کردن. از خدیجه بلی می گفتن و از عایشه هم، ولی چیزی درباره اهل بیت پیامبر نمی گفتن. فقط از اصحاب صحبت می کردن. اولین چیزی که در مورد واقعه کربلا ذهنم را درگیر ساخت این بود که یک طفل 6 ماهه کشته شده با تیر. گفتم این وحشتناک است. آنجا چه اتفاقی افتاده؟ به نظر می آید یک جنایت کامل شکل گرفته. از آن موقع دیگر به صورت مدام برنامه های شبکه اهل بیت تیوی را دنبال کردم. نمی توانستم باور کنم این تکه مهم از تاریخ که خیلی هم مهم است از قلم افتاده باشد. گفتم این خیلی مهم است، آنقدر که نمی توانم آن را ندید بگیرم. تصویر غلطی که همیشه از شیعه در ذهن داشتم که میگویند قرآن اشتباهاً به پیامبر داده شده باعث شد که اول از همه در بخش سوال‌ها و جواب‌ها در شبکه اهل بیت تیوی یک سوال فرستادم که آیا این که شیعه چنین عقیده‌ای دارد درست است؟ و پاسخ گرفتم که نه، این به هیچ وجه حقیقت ندارد. اینها فقط دروغ است که به شیعه می‌بندند. وقتی مردم میگفتند اگر قبول داری بعد از پیامبر ابوبکر خلیفه برحق بود سنی هستی و اگر بگویی علی علیه السلام برحق بود شیعه هستی، در ذهن خودم برای خودم پاسخ میدادم و به مستندات موجود در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نگاه میکردم. میگفتم خب اگر مثلا یکی از پسران خود پیامبر زنده مانده بود چه؟ آیا منطقی تر نیست که یکی از پسران خودش پا جای پایش می گذاشت؟ باید کسی می بود که پا جای پای پیامبر می گذاشت و تابع او می بود. این شخص امام علی علیه السلام بود. بعد از اینکه برای چند هفته شبکه اهل بیت تیوی را تماشا کردم، در عاشورای پارسال تصادفاً دچار سانحه رانندگی شدم و بد جور جراحت دیدم. از شدت درد به بیمارستان رفتم. اشعه ایکس نشان داد دنده هایم شکسته. درد زیادی داشتم. با خود گفتم این درد اصلا برایم مهم نیست، چون آن چیزی که در محرم و در روز عاشورا اتفاق افتاده این درد در برابر آن هیچ است. من با این درد می سازم و دیگر داروی مسکن هم مصرف نمی کنم. این نوع تزکیه درونی برای من است، مثل یک الهام می ماند. این که دنده هایم شکسته بود، بعدن که فهمیدم چه اتفاقی برای حضرت فاطمه افتاده و دنده هایشان شکسته، اینجا برای من سیگنال دیگری بود. و بعد از یک ماه که به این امور یکی پس از دیگری پی می بردم، تصمیم گرفتم که بله، این راه درست است. خیلی کتاب ها هم خواندم، به یک مرکز اسلامی رفتم، کتاب های زیادی از اونجا گرفتم. میخواستم آنجا در کلاس هایی هم ثبت نام کنم، اما روزی که به آنجا رفتم کلاس برقرار نبود و یک جلسه برای راه انداختن دسته 40 برقرار بود. من در آن شرکت کردم. تصمیم گرفتم در مراسم 40 داوطلبانه برای امام حسین خدمت کنم. در قسمت کار فرهنگی این مراسم به عنوان داوطلب کمک دادم. به خاطر همه تصورات غلطی که قبلا داشتم فکر کردم بر من است که یک روز را فدایی امام حسین علیه السلام بکنم. اکنون من هر هفته در کلاس‌های شرکت می‌کنم و در آن خیلی اطلاعات ارزشمندی به دست می‌آورم. مدتی است با خواهران وهابی که قبلا در کلاسشان شرکت می‌کردم ارتباط ندارم. یکی از آنها هفته پیش به من پیامک داد که شنبه برنامه داریم. فقط گفتم امیدوارم رمضان خوبی در پیش داشته باشی، ولی متاسفانه من نمیتوانم بیایم.
اما دفعه بعد که به من زنگ بزند یا او را حضوری ببینم، به او خواهم گفت که شیعه شدم. اگر با این مسئله مشکلی داشت، من اما با او مشکلی ندارم. برای من او هنوز یک مسلمان است. ایشان ممکن است فکر کنند و بگویند که شیعه کافر است. اگر او میخواهد در مورد من این گونه فکر کند، من ستیزی با ایشان ندارم. اگر ایشان با من مشکل داشته باشند، مشکل خودشان است. من مشکلی با ایشان ندارم. برای من ایشان مسلمانند. اگر ایشان میخواهند درباره من فکر کنند که این دیگر مسلمان نیست، مسئله خودشان است و باید خودشان آن را حل کنند. من فقط میخواهم برای همه غیر مسلمان ها و مسلمانان اهل تسنن در رابطه با تصویرهای غلطی که هست روشنگری کنم که چیزهایی هست که آنها از آن بیخبرند. همونطور که برخی مردم منکر هولوکاست هستند، حالا برخی هم هستند که منکر کربلا هستند. آنان ماجرای کربلا را میدانند ولی نمیخواهند درباره اش صحبت کنند. من میخواهم مردم را روشن کنم که ما همه مسلمانیم و در یک طرف ایستادیم و فکر میکنم فقط اقلیتی از اهل تسننن که البته نمیدانم این روزها باز هم میشود گفت اقلیت یا نه. میگویند چیه کافر است. امیدوارم فقط اقلیتی باشند. اما راستش به نظر میرسد این روزها شکاف مذهبی رو به گسترش است. خوب است به سنی هایی که میانه رو هستن بگوییم که ما همه مسلمانیم و فقط مذهب مختلف داریم. باید بدانند که آنچه ما به آن معتقد هستیم ما را کافر یا مشرک نمی سازد و ما شرک نمی ورزیم و باید حقیقت کربلا را بدانند. باید حقیقت آنچه بر حضرت فاطمه علیها السلام گذشت را بدانند. من از اهل بیت تیوی خیلی سپاس گذارم، چون اگر این کانال نبود آنقدر زود به این حقیقت نمی رسیدم. احساس می کنم این کار خداوند سبحانه و تعالی بود که تصادفاً این کانال را پیدا کردم. هیچ چیز همینطور الکی پیش نمی آید. چرا باید دقیقاً همزمان با شروع محرم این کانال را پیدا کنم؟ این یک هدایت بود که خدا برایم فرستاد تا حقیقت را به من بنمایاند. خیلی از این شبکه ممنونم که وسیله ای شد که انقدر زود من را به حقیقت برساند و مجبور نشدم بیشتر معطل شوم. مطمئن هستم که من بالاخره به دنبال پاسخهای درست می رفتم. خدا هم دستم و هم قلبم را هدایت کرد که حقیقت را زودتر پیدا کنم. من خیلی ارتباط مستحکمی با شخصیت امام حسین علیه السلام برقرار کردم. همیشه آدمی بودم که دوست داشتم حق را برپا کنم. او تنها با 72 نفر در برابر سپاه 30,000 نفری در آن روز ایستاد، فقط برای حق و برای اسلام. همچنین شخصیت جناب هور. میدانم او از اهل بیت نیست، ولی شخصیتش برایم جالب است که به سپاه امام حسین پیوست و نگفت هر دستوری آمد باید انجام دهم. بسیاری از جنایتکاران جنگی که وقتی مورد محاکمه قرار میگیرند میگویند ما مأمور بودیم و معذور، اما هور این کار را نکرد. هور گفت من از دستور عبیدالله اطاعت نخواهم کرد، من به طرف حق خواهم رفت، با حق خواهم بود، با امام حسین علیه السلام که برای اسلام حقیقی قیام کرده است. من فکر می کردم وهابی ها و سلفی ها اسلام حقیقی را می شناسند، ولی نه، آنها اسلام حقیقی را گم کردند. خیلی چیزها را گم کردند و کل معنویتی که در شیعه است را از دست دادند.